رژیم هیچ وقت از غلظت سرکوب زنان در جامعه کم نکرده، یعنی تو هیچ شرایطی حاضر نشده که اون دوز سرکوب رو کم کنه، حالا چه بحث حجاب بوده، چه در زندان ها با اجرای حکم اعدام، چه با صدور احکام اعدام. چرا اینجوریه؟ بله، سوال تمام. من میخواستم به این موضوع اشاره بکنم، چرا که خب ما میدونیم زن ستیزی که از ویژگی های این دیکتاتوری بلافقیه هست. با این وجود طی سالهای اخیر میبینیم که این وجه زن ستیزی حاکمیت به شکل اوریانتر و خشنتری داره ظهور میکنه. مثلا اگر شما برید آمارهای اعدام سالهای مثلا 3 سال پیش رو مرور بکنیم، میبینی که مثلا تعداد اعدام زنان در سال به عدد 10 نمیرسید. من خودم یادم هست که مثلا وقتی سرجم آمارها رو میگرفتیم مال 2020-2021 به ندرت به عدد 10 تا 12 میرسید. اما الان مثلا همین الان که آمار که الان ما ته هفته گذشته مرور میکنیم، میبینیم که فقط طی یک هفته 5 تا زن رو اعدام کرده. بنابراین آمارش داره، آمار ماهیانش داره به آمار سالیانه گذشته نزدیک میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حاکمیت خوب از ابتدا زن‌ستیز بوده، در این شک و تردیدی نیست، اما به خوبی نقش و کارکرد زنان رو توی قیام ها دیده. خب مقاومت ایران از سالها پیش اعلام کرده بود که این حاکمیت توسط زنان سرنگون میشه. خب این رو به صورت مادی و عینی حاکمیت داره میبینه. ما توی قیام 98، توی قیام 1401 خود حکومت اومده گفتش که زنان لیدرهای اصلی قیام بودن. بنابراین دیکتاتوری حاکم برای انتقام گرفتن از زنان خب سرکوب رو تشدید کرده. این تنها مربوط به جرائم عمومی نمیشه، در تا به جرائم سیاسی هم میبینیم که طی همین مدت اخیر حکم اعدام برای چندین زن و فعال سیاسی صادر کرده که من اسمش رو اگر اجازه از ذکر بکنم، خانم شریف محمدی که یک فعال حقوق زنان هست رو با یک اتهام پوشالی به اعدام محکوم کرده، خانم پخشان عزیزی رو که یک فعال و مددکار اجتماعی هست به اعدام محکوم کرد، خانم مرادی رو باز هم به دلیل یک فعال کرد هست به اعدام محکوم کرد و چندین تن از زندان دیگه که خب الان شما تهدید اعدام رو برای سرشون بلند کرده. خب این چیزی نیست، دور همون نکته که از ابتدا بهش اشاره کردم که الان چون در مواجهه با زنان جنبش زنان کم آورده، تلاش میکنه که نرخ اعدام رو بالا ببره تا بتونه مثلا زنان رو وادار به عقب نشینی بکنه.